چیکار کنم؟ داری صدامو؟ حسن روحانی برای سومین بار خواستار اعلام دلایل رد صلاحیت خود شد. ایران در اوج نگرانی غرب صدها فروند موشک بالستیک به روسیه فرستاده است. رئیس اتاق بازرگانی تبریز گفت طرح تولید خودرو در شرکت شیرین عسل، تولید کننده شیرینی و شکلات، در حال انجام است. سندیکای کارگران شرکت واحد از مخالفت مقامات امنیتی با مرخصی پزشکی رضا شهابی انتقاد کرد. دوره جدید اعتصاب کارگران بخش‌های مختلف گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز روز پنجشنبه وارد سومین روز خود شد. ناهید خداجو فعال کارگری بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. یک مقام وزارت اقتصاد تایید کرد که دولت جمهوری اسلامی در صدد اخذ مالیات از دست فروشان است. کانال تلگرامی باشگاه روزنامه نگاران ایران از تداوم بازداشت مهدی افشارنیک و بیخبری از او بعد از بازداشت خبر داد. شاهین وصاف، شهروند 27 ساله اهل سلماس، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شد. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا ایران را به نوع جدیدی از همکاری با القاعده متهم کرد. آمریکا یکی از رهبران یاکوزا را به تلاش برای قاچاق مواد اتمی به ایران متهم کرد. اسرائیل بمباران رفح را تشدید کرده است. سنتکام از حملات تازه به مواضع حوثی ها خبر داد. بریتانیا و اردن 4 تن دارو، سوخت و مواد غذایی را در شمال غزه تخلیه کردند. درز صدها فایل از یک شرکت هکری چینی از وسعت جاسوسی سایبری چین از کشورها و شرکت‌های خارجی پرده برداشته است. دولت آلمان همچنان با نارضایتی کشاورزان مواجه است. حسین رضازاده در بیمارستان بستری شد. و آمریکا بزرگترین تولید کننده ریز تراشه چین را از خرید قطعات و فناوری آمریکایی محروم کرد. درود به شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز پنجشنبه 22 فوریه 2024 میلادی برابر است با 3 اسفند ماه سال 1402 خورشیدی. حسن روحانی در نامه‌ای به شورای نگهبان برای سومین بار خواستار اعلام دلایل رد صلاحیت خود در انتخابات مجلس خبرگان شد. بنا به اعلام سایت رئیس جمهوری سابق ایران، وی این نامه را روز چهارشنبه 2 اسفند ماه ارسال کرده و علت ارسال این نامه بی پاسخ ماندن 2 نامه پیشین او اعلام شده است. وبسایت رئیس دولت 11 و 12 4 بهمن ماه خبر رد صلاحیت روحانی را اعلام کرد. این در حالی است که او هم اکنون عضو مجلس خبرگان رهبری است. حسن روحانی در واکنش به رد صلاحیت خود پیشتر از مردم خواسته بود که در انتخابات پیش رو شرکت کنند و رأی اعتراضی بدهند. خبرگزاری رویترز به نقل از 6 منبع مطلع مدعی شد که ایران تعداد زیادی موشک بالستیک زمین به زمین قدرتمند را برای روسیه تامین کرده است. ایران و روسیه هر دو تحت تحریم‌های ایالات متحده آمریکا هستند و این موضوع می‌تواند نشان از همکاری نظامی نزدیک بین مسکو و تهران باشد. 3 منبع ایرانی به خبرگزاری رویترز گفتند که از حدود 400 فروند موشکی که از سوی ایران برای روسیه فراهم شده، بسیاری از نوع موشک ذوالفقار یا همان نمونه ارتقا یافته موشک‌های بالستیک کوتاه برد کلاس فاتح 110 است. کارشناسان میگویند که این موشک با دارا بودن سکوی پرتاب متحرک جاده‌ای قادر است اهدافی را در فاصله بین 300 تا 700 کیلومتری مورد اصابت قرار بدهد. در خبری کوتاه، رئیس اتاق بازرگانی تبریز گفته است که طرح تولید خودرو در شرکت شیرین عسل، تولید کننده شیرینی و شکلات، در حال انجام است و در آینده خبرهای مربوط به آن منتشر می شود. و افزود که اکنون در تبریز کارگر پیدا نمی شود و صاحبان کسب و کار از اداره کار برای تأمین نیرو کمک می گیرند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه روز چهارشنبه دوم اسفند ماه از مخالفت مقامات امنیتی جمهوری اسلامی با درخواست رضا شهابی عضو زندانی هیئت مدیره این تشکل برای استفاده از مرخصی پزشکی و نیز آزادی مشروط او انتقاد کرد. سندیکا اشاره کرد که آقای شهابی با توجه به آسیب در مهره‌های گردن و کمر به تشخیص پزشک متخصص نیاز اضطراری به عمل جراحی مجدد بر روی مهره‌های گردنش و در نتیجه نیاز به مرخصی پزشکی دارد، اما مقامات قضایی در پاسخ به درخواست‌های مرخصی درمانی او گفته بودند که باید یک سوم دوران زندان را بگذراند. بر اساس بیانیه این تشکل کارگری، رضا شهابی در حال حاضر یک سوم دوره حبس 5 ساله خود را سپری کرده و 22 ماه است که با شرایط سخت جسمانی و درد شدید گردن و کمر در زندان است. کانال تلگرامی صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد گزارش داد که دور جدید اعتصاب کارگران بخش‌های مختلف گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز امروز پنجشنبه سوم اسفند ماه وارد سومین روز خود شد و آنها درهای این شرکت را بستند. این کانال تلگرامی نوشت که در ادامه اعتصاب و اعتراض به جلوگیری از ورود شماری از کارگران و اجرای ناقص طرح طبقه بندی، تمامی درهای شرکت بسته شد و کنترل آنها در دست کارگران قرار گرفت. دور جدید اعتصاب صدها کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اعتراض به تعلیق از کار شماری از کارگران و با مطالبه اجرای صحیح طرح طبقه بندی مشاغل آغاز شده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران از بازداشت ناهید خداجو فعال کارگری در روز چهارشنبه دوم اسفند ماه به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و انتقال او به بند زنان زندان اوین خبر داد. این تشکل کارگری نوشت که تعداد زیادی از ماموران امنیتی حدود ظهر چهارشنبه بعد از یورش به منزل یکی از دوستان خانم خداجو در پردیس کرج و تفتیش 2 ساعته آن خانه، ناهید خداجو را بازداشت کردند و با خود بردند. بر اساس این گزارش، خانم خداجو که در روز جهانی کارگر سال 98 در مقابل مجلس بازداشت و به 5 سال حبس محکوم شده بود، جهت اجرای حکم زندان بازداشت و زندانی شده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن محکوم کردن بازداشت این فعال کارگری تاکید کرد که او به دلیل دفاع از کارگران به حکم سنگین زندان محکوم شده و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط او شد. رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار در وزارت اقتصاد و دارایی روز چهارشنبه دوم اسفند ماه تایید کرد که دولت جمهوری اسلامی در صدد اخذ مالیات از دست فروشان است. امیر سیاه در گفتگو با ایلنا با زیر سوال بردن عدم پرداخت مالیات از سوی دستفروشان گفت مالیات مشمول دستفروشان هم می شود. به گفته این مقام وزارت اقتصاد و دارایی، هر فردی بابت هر میزان درآمد بالاتر از سقف تعیین شده باید مالیات بپردازد. این مقام مسئول با اشاره به اینکه دولت باید بداند که هر دستفروش چه مقدار درآمد دارد، گفت طبق قانون تا سقفی از درآمد افراد معاف از پرداخت مالیات هستند. از این رو دستفروشان با درآمد پایین نگران پرداخت مالیات نباشند. کانال تلگرامی باشگاه روزنامه‌نگاران ایران از تداوم بازداشت مهدی افشارنیک و بیخبری از او بعد از نزدیک به 1 ماه از بازداشت خبر داد. این کانال تلگرامی به نقل از یکی از نزدیکان افشارنیک نوشت که او 3 شنبه شب 10 بهمن ماه بازداشت شد و فردای آن روز در یک تماس کوتاه تلفنی اعلام کرد که در زندان اوین است، اما بعد از آن هیچ تماسی به خانواده خود نگرفته است. این شرایط موجب نگرانی خانواده این روزنامه نگار شده است. خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه در توضیح چرایی بازداشت این خبرنگار مدعی شد که هیچ اتهام رسانه‌ای و خبری در این پرونده وجود ندارد، اما توضیحی هم در مورد اتهام او نداده است. شاهین وصاف، شهروند 27 ساله اهل سلماس در استان آذربایجان غربی که در جریان اعتراضات سراسری سال 1401 در ارومیه بازداشت شده، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شده است.
بنا به گزارش وبسایت هنگا، در روز پنجشنبه سوم اسفند ماه شاهین بسار 11 مهر ماه سال 1401 به همراه پسر عمویش ناصر توسط نیروهای اداره اطلاعات ارومیه بازداشت شده بود و بعد از بازجویی در بازداشتگاه این اداره به زندان مرکزی ارومیه انتقال یافت. در گزارش عنوان شده که شاهین وصاف در شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه با اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شده و این حکم پیشتر 11 مهر ماه سال 1402 به این زندانی سیاسی رسما در زندان ابلاغ شده است. بر اساس این گزارش صدور این حکم در حالی است که دادگاه این دو معترض بدون حضور وکیل تعیینی برگزار شده بود و در دوره بازداشت هم از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بودند. همچنین در این گزارش تاکید شده که آنها در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه برای اعترافات اجباری و پذیرفتن اتهام زیر شدیدترین شکنجه ها بودند. مطابق این گزارش ناصر وصاف اخیراً از زندان مرکزی ارومیه آزاد شده است. بینندگان ارجمند، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. اگر تا حالا برنج های متنوع رو امتحان کرده اید، وقتش رسیده که برنج باسماتی دانه درشت دیبا را انتخاب کنید. برنج هندی دیبا در دو اندازه های مختلف در فروشگاه های ایرانی در دسترس شماست. برنج دیبا با طعم و بوی ممتاز خود جلوه خاصی به میز ناهار و شام شما خواهد داد. چه برنجی، چه عطر و بویی. برنج باسماتی دیبا، بهترین بهترین ها. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. روبین، رئیس مرکز تعامل جهانی وزارت خارجه آمریکا، میگوید بر اساس اسنادی که کشورش به دست آورده، جمهوری اسلامی ایران نوع جدیدی از همکاری با القاعده را آغاز کرده است. روبین که در هفته جاری در لندن در نشستی با خبرنگاران سخن میگفت، در تشریح نوع همکاری جدید ایران و القاعده، جمهوری اسلامی را متهم کرد که از عواملش در منطقه برای حمایت از القاعده بهره میبرد. او گفت جمهوری اسلامی نه تنها در داخل مرزهای خود به رهبران القاعده پناه داده، بلکه در خارج از ایران عناصر خود را برای حمایت از القاعده به کار گرفته است. به گفته این مقام عالی رتبه وزارت خارجه آمریکا، شماری از گروه‌های مورد حمایت ایران در منطقه با هویت‌های جعلی سرگرم تبلیغ برای القاعده هستند. دادستان‌های ایالات متحده یکی از رهبران گروه‌های تبهکار ژاپن، یاکوزا، را به تلاش برای قاچاق اورانیوم و پلوتونیوم از میانمار به کشورهای دیگر از جمله ایران متهم کردند.
به گفته مقامات فدرال ایالات متحده، تاکشی ابیساوا و همدست او نمونه هایی از مواد هسته ای را که از میانمار به تایلند برده شده بود به یکی از ماموران مخفی اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا که خود را به عنوان قاچاقچی مواد مخدر و سلاح جا زده و مدعی شده بود که با یک ژنرال ایرانی ارتباط دارد نشان دادند. این مواد هسته ای توقیف و بعد از آزمایش آنها مشخص شد که حاوی اورانیوم و پلوتونیوم با درجه خلوص لازم برای تولید سلاح است. اسرائیل بمباران رفح در جنوب نوار غزه را تشدید کرد و در حالی که وزارت بهداشت غزه آخرین آمار کشته شدگان فلسطینی در این جنگ را 29,313 تن اعلام کرده، بیش از 10 عضو یک خانواده هم در یکی از حملات هوایی اسرائیل به رفح کشته شدند. ارتش اسرائیل گفته است که عملیات خود در خان یونس، شهری در شمال رفح را تشدید کرده است، اما این نهاد نظامی در گزارش روزانه رویدادهای غزه هیچ اشاره‌ای به حمله به رفح نکرده است. تخمین زده می شود که حدود 1.5 میلیون فلسطینی به رفح، جنوبی ترین منطقه در نوار غزه که در مجاورت مرز مصر قرار دارد، پناه آورده باشند. اظهارات و آمارهای مقامات سازمان ملل متحد حاکی از آن است که جریان ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه از طریق مصر تا 2 هفته اخیر تقریبا متوقف شده و عدم امنیت کار توزیع غذا را به غایت دشوار کرده است. اسرائیل علی‌رغم مخالفت‌های جامعه جهانی از جمله ایالات متحده که متحد اصلی آن محسوب می‌شود، اعلام کرده که خود را آماده حمله زمینی به رفح می‌کند. ساکنان رفح روز چهارشنبه از طریق پیامک از چندین مورد حمله هوایی اسرائیل و انفجارهای بزرگ در شهر و نیز شلیک‌های نیروی دریایی اسرائیل به مناطق ساحلی مطلع شدند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که نیروهای ایالات متحده در 4 حمله به مواضع شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران، 7 پرتابگر موشک آماده شلیک این گروه را هدف قرار دادند. در بیانیه سنتکام آمده که روز چهارشنبه 21 فوریه بین ساعت 12 صبح تا 6:45 دقیقه بعد از ظهر به وقت صنعا، نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده 4 حمله برای دفاع از خود علیه 7 پرتابگر سیار موشک کروز ضد کشتی و 1 پرتابگر سیار موشک بالستیک ضد کشتی حوثی‌ها انجام دادند که برای پرتاب علیه کشتی‌ها در دریای سرخ آماده شده بودند. سنتکام همچنین میگوید که در این بازه زمانی نیروهای آمریکایی 1 پهپاد انتحاری حوثی ها را هم سرنگون کردند. طبق این بیانیه، نیروهای آمریکایی موشک ها، پرتابگرها و پهپادهایی را در مناطق تحت کنترل حوثی ها در یمن شناسایی و آنها را تهدیدی فوری برای کشتی های نیروی دریایی ایالات متحده و کشتی های تجاری در منطقه ارزیابی کردند. سنتکام میگوید این حمله را در راستای حفاظت از آزادی ناوبری در آبهای بین المللی برای امنیت کشتی های نیروی دریایی آمریکا و کشتی های تجاری انجام داده است. بریتانیا و اردن 1 محموله هوایی شامل 4 تن کمک‌های بشردوستانه را که دارو، سوخت و مواد غذایی را در بر می‌گیرد، بر فراز بیمارستانی در تلال هوا در جنوب شهر غزه تخلیه کردند. وزارت خارجه بریتانیا با اعلام این خبر افزوده است که این محموله از کمک‌های بشردوستانه که توسط بریتانیا تأمین شده به وسیله نیروهای هوایی اردن در شمال باریکه غزه تخلیه شده است. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا در بیانیه‌اش تاکید کرده که هزاران بیمار از این محموله استفاده خواهند کرد و سوخت ارسالی این مرکز درمانی حیاتی در شمال غزه را قادر خواهد کرد که به فعالیت نجات بخش خود ادامه بدهد. به اضافه کرد که با این همه وضعیت غزه ناامیدکننده است و هر چه سریع‌تر به کمک‌های قابل توجهی نیازمند است. در ضمن صدها فایل از یک شرکت هکری چینی وابسته به حکومت این کشور از فراوانی و وسعت جاسوسی سایبری چین از کشورها و شرکت‌های خارجی پرده برداشته است. روزنامه واشنگتن پست در گزارش خود از این 570 فایل و عکس و چت که هفته گذشته در وبسایت گیت هاب منتشر شده نوشت که این اسناد 1 دوره 8 ساله از کار شرکت چینی آیسون برای حکومت چین را در بر می‌گیرد.
اهداف این عملیات گسترده هک و جاسوسی اینترنتی بر اساس این اسناد دست کم 20 دولت خارجی از جمله هند، هنگ کنگ، تایلند، کره جنوبی، بریتانیا، تایوان و مالزی بوده است. آیسون شرکتی است مستقر در شهر شانگهای که کار جمع‌آوری اطلاعات و جاسوسی سایبری را برای سازمان‌ها و نهادهای دولتی چین انجام می‌دهد. بینندگان ارجمند، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. درست انتخاب کنید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. خبرها را دنبال میکنیم. فراکسیون ائتلافی دولت آلمان معروف به چراغ راهنمایی روز چهارشنبه دوم اسفند ماه موفق به حل اختلافات با اتحادیه کارگری این کشور بر سر قانون فرصت‌های رشد نشد و آینده این قانون تا حداقل ماه آینده در حالی از ابهام باقی خواهد ماند. به گزارش رسانه‌های آلمانی، پیشنهاد دولت آلمان در برگیرنده یک بسته حمایتی به ارزش 3 میلیارد یورو برای کشاورزان بود، اما اتحادیه کارگری آن را نپذیرفت. اکنون قرار است که رأی‌گیری در کمیته میانجیگری که از دو نهاد نمایندگان پارلمانی و ایالتی تشکیل شده، در فروردین ماه سال آینده برگزار شود. برای تصویب این قانون، دولت ائتلافی نیازمند به آرای ایالت‌های تحت رهبری اتحادیه کارگری این کشور است. ایسنا خبر داده که حسین رضازاده، قهرمان پیشین وزنه برداری المپیک و جهان، به علت عوارض ناشی از بیماری دیابت در بیمارستان ساسان تهران بستری شده است. پزشکان گفتند که حال عمومی رضازاده خوب بوده و فعلا تحت مراقبت است. دولت آمریکا با تشدید فشار بر بزرگترین تولید کننده ریز تراشه در چین، پیشرفته ترین کارخانه آن را از خرید تعداد بیشتری از محصولات آمریکایی محروم کرد. این تصمیم واکنشی به کاربرد یک ریز تراشه پیشرفته محصول این شرکت در تلفن های همراه مدل میت 6 پرو محصول شرکت چینی هواوی است.
پلیس آلمان مهاجم 17 ساله‌ای را که در شهر ووپرتال در ایالت نوردراین‌وستفالن در آلمان با چاقو و قیچی 4 دانش آموز دبیرستانی را زخمی کرده بود بازداشت کرد. مهاجم به خودش هم صدمه وارد کرده بود. از انگیزه مهاجم خبری در دست نیست. بیرندگان عشمان به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوش رو براتون آرزو میکنم.